با درود به بینندگان صفحه یک تلویزیون ایران فردا گوین که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف اما چه کنیم که همکار عزیزمون ماشالله عباسداده در راه سفر بود و طبیعتا هر موقع سفری هست و برنامه هست بنده باید بیام اینجا در خدمتون بنشینم و نمیگم جور دوستان رو بکشم افتخاری است که یه روزم بر صندلی اونها می نشینم. در هر حال امروز نگاهی به مطبوعات و یک بررسی کوتاه از خبرها بر اخته بنده است و می دونم که طبیعتا با سبک و سیاق ماشاله عباسداده عادت کردید و شاید آنچه را که من می گویم یه مقدار نامتعارف باشه اما به هر حال تلاشمو خواهم کرد خبرها رو که در جریانش هستید و بعد از این برنامه شما در آن سوی خبر در گزارش های خیلی کامل و ویژه و پروپیمان تمام خبرها رو پشت و پنهان و رویارویش رو آگاه میشید اما من همینطوری فقط سریع بگم که در یمن درگیری ها به طور متناوب ادامه داشت در ریاض کنفرانس آشتی ملی یمن بدون حضور ها ولی با حضور زیدی ها پایان گرفت شخصیت های برجسته حتی از حزب کنگره ای که آقای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع و متهم به برداشتن 60 میلیارد دلار از ثروت ملت فقیر یمن در طول 34 سال حکومتش کسانی بودند ولی گفتند که علی عبدالله صالح مخلوعه از حزب هم مخلوعه اما کنگره حزب باید تشکیل بشه تا این خلع آقای صالح رسمیت پیدا کنه به هر حال کنفرانس اظهار امیدواری کرد که دولت آشتی ملی در یمن تشکیل بشه حوسی ها اسلحه هاشون رو تسلیم کنن جای بازگشت برای اونها گذاشته شد آن سو در نزدیکی مرزهای ما در نزدیکی مرزهای آبیمون در بهره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی خشم بهرینی ها رو برانگیخت. آقای خامنه ای صحبت کرده بود که بله هر جا ملت های مسلمان به ما نیاز دارن ما به یاریشون میریم در عراق، در بهرین در لبنان، در سوریه و آثار حضور جمهوری اسلامی رو در سوریه که مشاهده می تا بال دویست هزار کشته دویست هزار کشته 9 میلیون آواره و ویرانی 85 درصد از خاک سوریه البته آقای حسن نصر بادی به قبقب انداخته بود و در پشت تصویر تلویزیون ادعا میکرد که در قلمون برنده شدن و تعداد زیادی از تروریست ها رو به قتل رسوندن حالا پیدا کنید تروریست کیست آن کس که میکوشد رژیم سوریه رو براندازد یا آن کس که میکوشد این رژیم جنایتکار رو ابقا کنه داعش تروریسته جبهه نصرت تروریسته همه اینا هستن اما فقط رزمندگان در سوریه اینها نیستن و آقای حسن نصر الله در واقع داره با ارتش آزاد هم می جنگه. داره با تمام نیروهای اپوزیسیون می جنگه. در بحرین کاردار جمهوری اسلامی احزار شد دیرگاه است و کشور سفیری نزده هم نداره در واقع بعد از آشوب های بحرین و مداخلات جمهوری اسلامی بحرین سفیرش فراخوان فراخان و جمهوری اسلامی هم سفیرش فراخوان. فراخان اصولا سفرا در بحرین بخت زیادی نداره آقای ترکابادی برگشت همین آقای امیر عبداللهیان کوتاه مدتی سفیر بود و برگشت بنابراین میرند آقای خامنه ای مداخله میکنه مقامات مداخله میکنن و سفیرها بارو بندیلو رو میبندند و بر می در عراق هم که با اوضاع آشنا هستید آقای دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی با مقامات این کشور دیدار و گفته بود کرد آقای هیدر لبازی نخست وزیر گفت الهشت و شعبی یا نیروهای میلیشیای شیعه باید بیان در استان انبار و آزادسازی رمادی شرکت کنه اما استاندار اونجا و معاونش تاکید کردند نیروهای صحوه نیروهای اشایری سنی نیست در این نبرد برای آزادی شهرشون مشارکت دارند ضربه که داعشی ها به حیثیت و اعتبار دولت عراق زدن بسیار سنگین بود آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبر و پانزده سال وزیر خارجه و مبدع یقه ولایتی در بیروت طی سخنانی گفتن هر کشوری از ما کمک بخواد ما میرویم حالا آقای ولایتی مشخص نکرد آیا مردم سوریه ازشون کمک خواستن؟ آیا مردم لبنان کمک خواستن ازشون؟ آیا مردم یمن و بحرین ازشون کمک خواستن؟ پس چرا مداخله کردن؟ حال بریم یک نگاهی به صفحه نخست روزنامه های جمهوری اسلامی بیاندازیم ببینیم هر کدام به فراخور حالشون احوالشون و ارتباطاتشون چه میگویند اول از روزنامه ولی فقیه آغاز کنیم روزنامه‌ای که مورد عنایت ویژه مقام رهبری است کیهان که مدیر آن آقای حسین شریعت مداری سالها بازجوی ویژه وزارت اطلاعات بودند و نویسندگانشون هم مثل آقای سعدالله زارعی و دیگران از کارکنان وزارت اطلاعاتند و در این زمینه آزاد مرد قلم و تصویر محمد نوریزاد که خود زمانی در کیهان بود افشاگری های بسیار کرد نگاه کنیم بار دیگر به صفحه اول آمریکا دشمن اسلام است چه شیعه چه سنی و لابد به دلیل همین دشمنی بود که در بوسنی به یاری مسلمانان رفت و مسلمان ها رو کمک کرد تا بتونن دولت خودشون رو تشکیل بدن و لابد به علت همین دشمنی با اسلام است که به یاری ملت عراق رفتن و در خیلی جاهای دیگه مسلمانان رو یاری کردن کیهان دیگه آقای سعدالله زارعی اما سرمقاله خیلی با داره ایشون عصبانی است از اینکه چرا انصار الله یا نیروهای حوسی که جمهوری اسلامی صدها میلیون دلار خرج آموزششون کرده و همین سه ماه قبل 250 میلیون دلار به آقای عبدالملک حوسی دادن برای اینکه یمن رو به آتش بکشه و بتواند حکومت وابسته به جمهوری ولایت فقیه در اونجا برپا کنه آقای زاکانی و بقیه هم که میگفتن پایتخت چهارم رو هم گرفتیم بعد از بغداد و دمشق و بیروت اما ایشون عصبانی است میگوید چرا این انصار الله همراه نمی کنه بعضی از مطالبشون رو بشنوید پاسخ انصار الله به رژیم سعودی اگر در بالاترین سطح هم صورت بگیرد یعنی اگر انصار الله مثلا انتحاری بشن برن بزنن آدم بکشن ویران کنن در نهایت یک اقدام واکنشی است و بازی در میدانی است که دشمنان را تنظیم کرده است خب این حوسی ها در یمن بودن هزار سالم در یمن حکومت داشتن حکومت امامت و بعدها هم بهترین روابط با سعودی ها داشتن بنابراین چرا این عملیات آغاز شد؟ چرا اصولا این جنگ برپا شد؟ اینها را آقای زارعی خب لطف میکنن و زیر چشمی رد میکنن قمز این میفرماین میگویند که بر این اساس گروه های چریکی مشابه انصار الله هیچگاه سطح عملیاتی خود را با عملیات آفندی دشمن تنظیم نکرده و خود به خود به یک طراحی جدید استراتژیک رو می به عنوان مثال در جریان جنگ سی و که رژیم صهیونیستی مناطق شیعه نشین لبنان در جنوب این کشور را زیر بمباران قرار داده بود به گونه که در استان جنوبی سور رژیم که آن مقطع حزب الله لبنان را از این امکان برخوردار کرده بود که دو شهر حساس رژیم متجاوز یعنی تلاوی و حیفا را زیر ضربات شدید موشک قرار بدهند در مساجد در بیمارستان سکوهای موشک رو میذاشتن و پرتاب میکردن چند نفر اسرائیلی کشته شد چقدر در اسرائیل تخریب شد هیچی آقای حسن نصرالله اومد اعتراف کرد اگر میدانستم مجازات دو سرباز اسرائیلی اسیر کردن ویرانی لبنان و کشته شدن هزار و اندی انسان است دست به این کار نمی زندن. اسرائیل چقدر تلفات داد؟ شست تا، دا. هفتاد تا. چقدر ویرانی به بار اومد؟ یه ساختمون، دو ساختمون. لبنان اما هفتش میلیارد دلار خرد شد تا بازسازی بشه. و مقدارش هم از کیسه ملت ایران هم. بله ایشون میفرمایند که باید حسیام هم حمله کنن باید بزنن با موشک در جنگ چریکی و پارتیزانی اینا فایده نداره سعودی ها پنج هزار سورتی پرواز کردن و در مقابل آقایون حوسی ها هم باید بزنن حضر موت رو بزنن شهرهای سعودی نجران رو بزنن تا اونم لابد واکنش تونتر نشون بدن و جمهوری اسلامی شادمانتر بشه روزنامه اطلاعات رو نگاه میکنیم معتدلتر تیتر آقای خامن معتدل تره. دشمن با بحانه های مذهبی و قومیت اختلاف افکنی میکنه اسم از آمریکا نعی برده میخوام بگم چجوری میشه تیتر رو انتخاب کرد از آقای روحانی هم نقل قولی کرده یعنی اطلاعات همون راه آرام خودش رو دنبال کرد بعد میره روزنامه, های شرق رو نگاه میکنیم روزنامه ای که تاچ اصلاح طلبی داره با همه گرفتاری ها و مشکلات وقتی نگاه میکنیم تحقیق و تفخص از سازمان زندان ها در ابهام و بعد بابک زنجانی است و آدمی که در چند وزارتخانه هم دست داره بعد وزیر دفاع سابق امریکا جنگ جای تحریم نیست و بعد برای در هر وزارت آدم چند وزارت خانه هم بعد بعد صحبتی که تصویر زندیات دکتر مصدق هست و اون پایین مصباح یزدی آدم این این دوتا چقدر با هم فرق دارن و مصاحبه با رخشان بنی اعتماد که به نظرم فیلمش قصه ها که از محاق توقیف در آمده زمینه شده تا با او گپ و گفتی داشته باشن و با خانم باران کوسری هنرمند سرشناس سینما ای ایران بنی اعتماد میگه چرا فیلمتون رو بردین خارج میگه بله تا وقتی مطمئن نباشن فیلم در ایران اکران می شود به هیچ جشواره نمی رو. و نه جشواره داخلی نه خارجی این یکی از اصولی است که از ساخت اولین فیلم برای خودم داشتم منتش را هم بر هیچ کسی نیست انتظار دریافت هیچ امتیازی هم بابت آن ندارم از سال نوت که قصه ها ساخته شد می توانستم آن را به خیلی از جشواره ها بفرستم ولی زمانی این کار را کردم که مطمئن شدم فیلم در ایران به نمایش در خواهد آمد حتی تا وقتی پروانه نمایش فیلم را نگرفته بودم فرم شرکت در جشنواره فجر سال 92 را هم ارسال نکردم خب حالا نگاه کنیم ببینیم رسالت چه میگوید روزنامه وابسته به معتلفه که بعدا تغییراتی هم تو شد آقای نبوی مدیر آن هستند مذهب و قومیت بهانه اختلاف اندازی آمریکا مانور وزیر تازه کار در محدوده خطر و تیتر زیبای تیم ملی تکواندو ایران قهرمان جهان شد این زیباست این آدم رو شادمان میکنه اعتماد چه میگوید؟ باز روزنامه که بینابین سعی میکند اعتماد خوانندگان خود رو جذب بکنه سه گام تازه احیای اقتصاد بازگشت پیکر 175 قباس شهید به وطن و بعد آقای فرهاد آیش که این سقرات است. تصویر خیلی جالب منو به یاد بزرگ خزرایی انداخت تر راه سرشناسمون مردم سالاری هم تیترهایی دارد بعضا شبیه به همون تیترهای روزنامه اعتماد حسب چهار میلیون یارانه بگیر در دو ماه اخیر هشتاد درصد منافع بانک ها قفل است چون نمیتونم پول پس بگیرن ولی ایران قهرمان اقابت جهانی تکواندو شد تیتر آقای خامنه هم سمت چپ روزنامه خیلی بزرگ نیست اما شهروند ببینیم چه میگوید روزنامه ای که اسمش را از شهروند آقای زرهی در کانادا برداشت اعلام برشکستگی برخی مؤسسات مالی و اعتباری صحبت از تغییر وزرا بود حالا نوشته وزرا سر جایشان میماند از جمله وزیر کشور که آقای انصاری هم جانشینش کرده بودن اقتصاد پویا طبیعتا توجهش روی مسائل اقتصادی است قرار نیست بانک مرکزی به دنبال شناسایی مؤسسات غیر مجاز باشد بازار متلاطم بورس به ساحل آرامش رسید و بعد آفتاب رو میبینیم روزنامه آفتاب که آرامش قبل از طوفان از اسید پاش اصفهان چه خبر این روزها که دیگه سراغ اسید پاش رو نمیگیره آفتاب بار دیگر این مسئله رو یادآور شده و اینکه آقای وزیر بیماری ایبی در ایران وجود دارد و تصویری از یک کودک مبتلا ابتکار رو ببینیم چه میگوید بالاخره خود رو ارزان شد و بعد مسئله بازگشایی خانه احزاب و کشتی نجات ایرانی پهلو میگیرد کجا جیبوتی یا هدیده مشخص نکرده البته جمهوری اسلامی میگه حتما میریم به هدیده ولی همچنان معلوم نیست بعد بیایم ببینیم روزنامه اصر ایرانیان چه میگوید مشکل رونق تولید داخلی است نه خارجی کاملا درسته به خاطر که وقتی شما درهای واردات رو باز کردید، تولیدات داخلی مشکل پیدا میکنه آتش در یمن تمدید نشد مردم یمن زیر بمباران اعتلاف عربی و اون طرف هم تصویر آقای باهنر هست که معمولا حرفای با مزه میزنه جهان صنعت باز روزنامه که بیشتر نگاه به مسائل اقتصادی دارد اما یک تصویر از شهرام نازری بر پهنه آن خود نمایی می کند اهدای سی مرق نیشابور به شهرام نازلی در روز بزرگ داشته حکیم عمر خیام و بعد میایم سراغ کسب و کار که باز روزنامه با ژانر اقتصادی بدهی دویست و هزار میلیاردی دولت و اینکه بابک زنجانی ها همیشه هستند بعد از اون باید نگاه کنیم ببینیم کار و کارگر چه میگوید باز روزنامه ای که به هر حال آقای محجوب را انداخت و آقای ربیعی هم باهاش ارتباط داشت و سردبیرش بود حالا آقای ربیعی وزیر کار در دادگاه و مجلس برای دفاع از عملکردش میگه و نیش و نوش های نیز حواله قاضی مرتضوی میکنه بله بعد حالا یک نکته رو در روزنامه جمهوری اسلامی دیدم در ستون جهت اطلاع جالب بود میگه حجت الاسلام سید احمد علم الهدا همون علم خدای معرف حضورتون امام جمعه مشهد میگه این دولت به رحم اجارهی برای تجدید حیات جریانهای های سیاسی تبدیل شده است آقای علم الهدا در جمع بسیجیان دوره آموزشی شهید چمران در مجتمع آموزشی تربیتی امام رضا دیگه معلومه چه جوریه گفته دانشگاه ها با مدیریت خاصی که امروز دارد تبدیل به زمینه ای شده تا جریان های سیاسی که در فتنه 88 مردن و حیات خود را از دست دادن از این دولت به عنوان رحیم اجاره استفاده کرده تا دوباره احیا شوند یه نکته ای را آقای علم روشن نمیکنه اگر این جریان مرد چرا قد می ازش چرا روزنامه کیهان برمی تو اون ستون دو گفتگویی که داره برمیداره میگه بله اصلاح طلب مردن و دارن همینجوری بی خودی چانه میزنن خب اگر مردن که چرا شما باید نگران باشید خیلی جالبه میگه که روزنامه کیهان صحبت از این میکنه که بله این اینها اومدن و ادعا میکنن که در میان مردم اعتباری دارن ولی ندارن بی خودی دارن زور میزنن پس چرا قد میترسید اما یک کاریکاتورم بود یک کاریکاتور بود توجه من جلب کرد کاریکاتوری که تیم ترکتور سازی رو نشون میداد که جام قهرمانی در دستش این جام مثل ساعت ماسه داره کوچیک میشه در حال به پایان برنامه رسیدیم بریم و آن سوی خبر رو با هم نگاه کنیم همه شما رو بدرود میکنم و براتون آرزوی پیروزی دارم و فردا حتما امیدوارم همکارمون ماشالله عباسزاده در خدمت شما باش بدرود